شیرینی دانمارکی فرد اله، اونم بدون فر براتون آوردم که هرچی از عطر و طعم بی‌نظیرش بگم کم گفتم. لطفا تا انتهای آموزش همراه هم باشی که این خوشمزه رو با هم درست کنیم. شکر، خمیر مایه، آب ولرم و مخلوط میکنیم و روشو میپوشونیم و در دقیقه اجازه میدیم پف کنه و عمل بیاد. تخم و مرغ، وانیل، شکر، نمک، کره ذوب شده، مخلوط شیر ولرم و زعفران رو داخل کاسه میریزیم و هم میزنیم. بعد خمیر مایه عمل اومده رو اضافه میکنیم. در آخر آرد الک شده رو کم کم و با احتیاط اضافه میکنیم. دقت کنید که بیش از حد آرد به خورده خمیر ندین. یه کوچولو چسبندگی خمیر رو با ورز دادن میتونید از بین ببرید، پس حواستون باشه. اگه آرد زیادی اضافه کنید در نهایت خمیر سنگین میشه و نتیجه کارتون خراب میشه، پس دقت کنید که خمیر کاملا باید لطیف باشه. خمیر رو یک رو ورز میدیم، 100 مرتبه به سطح کار میکوبیم. دقت کنید هر چقدر خمیر رو ورز بدین کیفیت شیرینیتون بالاتر میره. بعد داخل کاسه چرب شده 2 ساعت استراحت میدیم. بعد میریم سراغ درست کردن کرم. شکر، شیر، آرد، گلاب، وانیل رو با هم مخلوط میکنیم و روی حرارت ملایم مدام هم میزنیم تا به غلظت برسه. حتما باید کرم مطابق فیلم باشه، نه زیاد شل باشه نه زیاد غلیظ، چون بعد خنک شده هم غلظتش دو برابر میشه. در آخر هم کره رو اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم. روی کرم رو میپوشونیم تا روی نبنده، بعد کنار میزنیم که خنک بشه. بعد 2 ساعت پف خمیر رو میگیریم و به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. سطح کار رو آرد پاشی میکنیم و خمیر رو به ضخامت 0.5 سانت باز میکنیم. دور خمیر رو مرتب میکنیم. بعد از کرم روی خمیر میریزیم و رول میکنیم. اضافه های خمیر رو جدا میکنیم. با دست دولایه رو به هم وصل میکنیم. در آخر با چاقو به اندازه دلخواه برش میزنیم. بعد داخل سینی که کاغذ روغنی داره میچینیم. دوباره روی خمیر شیرینی ها رو میپوشونیم و 0.5 ساعت دیگه استراحت میدیم. من اشتباه کردم، واسه تست سینی اول شیرینی ها رو که داخل فر دستساز گذاشتم رومال نکردم، ولی شما حتما رومال کنید، بعدش کنجد بریزید. بعد استراحت دوم داخل فر دستسازی که از 1 روز قبل کاملا داغ شده قرار میدیم، حتما دمکنی یا ضخیم بذارید و 40 دقیقه زمان بدید تا روی شیرینی ها طلایی بشه. بعد با شربت بار و مغزیجات تزیین کنید. سینی دوم شیرینی ها رو داخل توستر از قبل گرم شده با درجه حرارت 150 به مدت 35 دقیقه هر دو المنت بذارید، ولی حتما مدام چک کنید. هر موقع زیر رو روی شیرینی ها طلایی شد توستر رو خاموش کنید. بعد با شربت بار یا عسل و زعفرون رقیق شده رومال کنید.